سلام بچه ها، خوش اومدید به این ویدیو. این ویدیو قسمت ششم از برنامه سیمولیشن یا همون شبیه سازی در خدمت دوست عزیزمون هستیم. طبق روال گذشته میخوای سلام علیکی بکنم بچه ها. سلام خدمت همه بینندگان عزیز این برنامه، همچنین شما میلاد خوش اومدید. یه سری صحبت ها بودش که شما گفتید که خودتون میخوای توضیح، میخوای یه مقدار توضیحات رو بده در مورد بیادبی نباشه. ببینید، ما ویدیوهایی که گذاشتیم از پادکستمون توی یوتیوب، خب خیلی خوبه که دوستان نگاه کردن و انتقاد کردن ازم. ببینید، من یه توضیح بدم، البته استاد اینجا خودشون هستن. خواهش میکنم. من فقط میخوام مختصر توضیح بدم که زیاد وقت برنامه هم گرفته نشه، برسیم سر موضوع اصلی. ازم حضورتون که پادکست کلن یه سیستم صوتیه. به دوستانی که ما رو دارن نگاه میکنن تو این ویدیو ها میخوام اشاره کنم که بگم ما این پادکست ها رو تصویری گذاشتیم که همین یک فرهنگسازی بشه که دوستانی که تو ایران هستن برن یوتیوب رو نگاه کنن و از مطالب یوتیوب استفاده کنن، هم این که موضوعاتی که ما داریم میگیم، ببینید ما با هم داریم صحبت میکنیم بیشتر، یعنی خیلی نمیخوایم وارد تخصص بشیم یا چیزی رو بخوایم به کسی القا کنیم یا آموزش بدیم. ولی کلاس آموزشی نیست، ما فقط کلاس آموزشی داریم بحث میکنیم، صحبت میکنیم. ما داریم با هم دو نفر داریم گفتگو میکنیم راجع به این مسائل، گفتیم به اشتراک بذاریم که شما دوستان که ما رو دنبال میکنیدن در جریانش باشیم. یکی این مطلبه، یکی هم که به من انتقاد شده که شما چقدر پایین رو نگاه میکنید، متن رو نگاه میکنید. متنی وجود نداره، دیالوگی وجود نداره. واقعا من دارم اینجا این یه مقدار بحثا رو چیز که سابجکتاشو نوشته که یه موقع بالا پایین نشه، مثلا یه مقدار شما چه بگم گیج بشید که چی داره میگه اینا، رو یه روالی داره میره، به خاطر همون با هم چیز کرده، طبقه بندی کردیم که از یه جایی به جای دیگه نمیدیم که دوستان متوجه نشن منظورمون چیه. خب دیگه حالا بریم راجع به موضوع اصلیمون صحبت کنیم. این جلسه موضوع امروزمون چیه؟ در مورد چی بیداشت؟ در مورد احساسات. حالا خیلی موضوع جالبیه. کلن گفتیم که سیمولیشن یعنی شبیه ساز، همه چی ما رو تحت کنترل گرفته، حتی احساسات. حالا ما از اول برنامه من میخوام یه جوری سوال دارم. این سیستم احساسات ما رو داره کنترل میکنه یا با احساسات داره ما رو کنترل میکنه؟ خیلی جالبه این قضیه. خب میتونم بگم هر دوتاش، میتونم بگم هیچ کدومش. حالا بهش میرسیم. کامل برنامه رو ببینیم. من تو اول برنامه تصمیم گرفتم این جلسه یه سوالی مطرح کنم که تا آخر برنامه به این سوال قشنگ فکر کنید. بینندگان عزیز، به شما یه سوال خیلی ساده است: پیروی کردن از مغز بهتره یا از احساسات؟ این سوالیه که دوست دارم بهش کامل فکر کنید و آخر برنامه ما صحبتمون رو جمع‌بندی می‌کنیم که شاید نزدیک‌تر بشید به جوابتون. همین اول برنامه من می‌خوام فیلمو که مد نظرتون طبق روال همه برنامه‌های فیلمی ما معرفی می‌کنیم به شما دوستان، می‌خواستم یه فیلم معرفی کنم به اسم فیلم تعادل. این فیلم خیلی فیلم فوق‌العاده‌ایه. نه اسپویلش می‌کنم نه توضیح خاصی راجع به فیلم. اسم انگلیسیش هم اگه اشتباه نکنم اکولیبریوم یه چیز توی این مایه هست. اکولیبریوم هست. حالا ما دوستان انگلیسی زبان شاید از اون انتقاد کنن که تلفظات تو نام حالا فقط تعادل دیگه. درسته، تعادل. با داستان فیلم که گفتم کاری نداریم. حالا اسپویل نشه، بید حتما این فیلم رو ببینید که چه تأثیری احساسات روی روند زندگی ما میذاره. این خیلی مهمه که ما با احساسات چه جوری زندگی میکنیم و بدون احساسات چگونه زندگی میکنیم. ببینید، من اگه یه ربات بودم، شما فکر کنید تو تصمیم گیری ها به چه شکل عمل میکردم؟ شما تصور کن، اصلا بیا جمعه سوال از خودت میپرسم. شما فکر کن رباتی، یه اتفاق افتاده، یه کاری میخوای انجام بدی، فکر کن چجوری تصمیم گیری میکنی؟ ببین، حالا به نظر من که دنیای کامپیوتر و دنیای ربات ها صفر و یکیه دیگه، یا خاموشه یا روشن، یا درسته یا غلطه. یعنی چیزی بین این دوتا نمیذارن. ببین، ربات کلا بر اساس منطق ریاضیات پیش میره و بهترین انتخاب رو انجام میده. یعنی شما شاید چهار تا گزینه داشته باشه واسه
راه حلی که میخواد بده، ولی بهترین اون که آمارش بیشتره که بهترین به جواب برسه اونو پیش میگیره، یعنی اونی که درصد موفقیتش بیشتره اونو قبول میکنه. دقیقاً همین. حالا این حالا چه ربطی داره به زندگی های ما ها؟ ببینید ما انسانیم، انسان ها وابسته به احساساتشون هستن و عقل و منطق خیلی کمتر تو تصمیم گیری همون دخیلی میشین. یعنی ما میخوام یه تصمیم راجع به یه موضوعی بگیریم، سعی میکنیم بیشتر احساساتمون رو بیاریم جلو. خیلی احساسی تصمیم میگیریم، خیلی هم به خودمون هی میگیم با منطق با عقل این کار انجام بده، ولی خب متاسفانه تصمیم گیری سخت هستم. این تصمیم گیری میشه چون همیشه تو تصمیم گیری هم مواظبیم که یکی از دستمون ناراحت نشه، همیشه این یا ناراحت نشن یا چی میگن در مورد اینمون. دقیقاً همین. پس ربات ها به این شکل، ربات انتخاب بهتری میکنه چون با منطق جلو میره، منطق ریاضیات رو پیش میگیره. به همین دلیلی که احساسات، یعنی نقطه احساسات چیز خطرناکیه واسه زندگی ما. یعنی شما اگه احساسی فکر کنی، احساسی تصمیم بگیری، یه جایی ضربهشو میخوری و باز همون اتفاق واسه تکرار میشه. شما شاید بارها و بارها یه اتفاق مشابهی داشته باشین، هی همیشه اون اتفاق واسه میفته و شما احساسی تصمیم، بعد هی به خودت میگی این دفعه دیگه میخوام بیام درست تصمیم بگیرم با منطق، با عقل تصمیم، ولی باز هم همون اتفاق اگه بیفته باز هم شما همون تصمیم، باز هم اشتباه ها رو میکنه، همون اشتباه ها رو میکنه. حالا اینکه احساسات چه کمکی به سیستم میکنه یا اینجور چیزا، حالا اینا رو من تو روند برنامه کاملا بهش میرسم. شما فکر کن ازدواج کردی، شریک زندگی داری، بچه داری، بعد صبح از خواب بیدار میشی، میری جلو آینه وای میسی، میگی که واقعا چرا من، چرا باید برم سر کار سر؟ چرا این ساعت صبح باید بیدار بشم؟ چرا همیشه باید یک کار تکراری انجام بدم؟ چرا نمیتونم تصمیماتم عوض کنم؟ من اصلا میخوام برم بخوابم، نمیخوام روز برم سر. در اتاق باز کنی، همسرت خوابیده، اینو برای نیمان کنی، بچهات خوابیده، بعد به این فکر میکنی که خب اما باید برم سر کار پول در بیارم که بتونم زندگی راحتی واسه بچه هم و همسرم فراهم. اینجاست که احساس مسئولیتی میاد سراغ. بعد شما میرید وارد زندگی عادی میشی، مثل ماشینی که صبح از خونه میاد بیرون، میره سر کار تا شب و تمام اون صحبتهایی که تا جلسات قبل میکردیم، متریالیست میاد وسط، شبیه ساز میاد وسط، همش میاد سیستم بانکی و پولی و آموزش و همه چی زنجیره ها رو یهو هم وسط میشه. خب یعنی شما میگی که ما نباید کار بکنیم یا مثلا چجوریه؟ ببین میلاد جان، اصلا من نمیگم که کار نکنیم، من میگم این برنامه راجب احساسات، میگم موقعی که میخوام یه تصمیمی بگیریم واسه یه زندگی، آدم مجرد کسی که مسئولیت نداشته باشه به قول یارو گفتنی میگم آقا من اصلا نمیخوام سر کار برم، اصلا خونه نمیخوام داشته باشه، اصلا میرم شبا تو پارک میخوام، خب هیچ مسئولیتی نداره، خب اینم خطرناکه، خب این تو جامعه هیچ کمکی به جامعه نمیکنه، متوجهی؟ پس هم ما یه احساسات منفی داریم که گریبان گیرمون همیشه، هم یه احساسات مثبت داریم. دارم فکر کنم خیلی پیچیده‌اش میکنم. ببینید یعنی یه تعادلی باید باشه، تعادل باید برقرار کنید. دقیقاً رو منطق و عقل باید تصمیم بگیری، نه رو احساسات. ببینید خب بلاتون بدون احساسات زندگی کردن که اصلا فایده نداره، چون شما اگه احساسات نداشته باشی پیشرفت کنی تو زندگیت نخواهید داشت. من احساسات رو درست جای خودش آدم باید استفاده کنه، آدم واسه پیشرفت کردن توی کاری که داره انجام میده. مثلا من یه کارمند ساده اداره هم، من اگه احساساتم دخیل نباشه هم کارمند ساده اداره میمونم، ولی میتونم احساس مسئولیتی بیشتری بکنم و پله‌های ترقی رو بگیرم برم بالا که بشم مدیر اون مجموعه. حداقل یعنی دنبال پیشرفت باشی، احساسات یه کاری میکنه که اونجا به درد آدم میکنه. ببینید بدون احساسات کلن دنیا دوچار تغییرات بزرگی میشه، یعنی هیچ چیزی دیگه سر جای خودش قرار نمیگیره. پس خیلی خوبه که ما رسیم به همون قسمت دوم، بحث آموزشم. خیلی خوبه که ما بیایم به جای اینکه انتگرال و مشتقات که اصلا شاید نیاز، اصلا تقریبا بتونم بهتون بگم که کل جامعه که نیستش، که شاید کسی که علاقه به ریاضیات داره میره انتگرال و مشتق بخونه، شما به جای این بیاید
مدیریت بحران به ما هم یاد بدیم، به بچه هم یاد بدیم تو چه زمانی چه تصمیم باید بگیرن، اصلا احساسی تصمیم بگیرن یا احساسی تصمیم نگیرن، اصلا هدف گذاری یاد بدن، اصلا هدف چیه، دنبال هدف چجوری باید بریم، اینا احساس مسئولیت درست رو بهمون یاد بدن. دقیقا همینه. ببینید ما تو خودمون میدونیم کل زندگیمون با تصمیمات احساسی که گرفتیم همیشه دوچار بحران بودیم، یعنی چیزی نیست، من میتونم صادقانه بهت بگم که همیشه همین امروزیش هم شاید ما چند تا تصمیم گرفته بودیم تو همین لحظه که نشستیم اینجا، چند تا تصمیم احساسی گرفتیم که خودمون دوچار بحران کردیم. پس این نیستش که من بگم احساسات، ببین شما با عقلت داری فکر میکنی، شما نمیتونی بگی من عاشق شدم ولی عقلم درگیر نبوده، شما نمیتونی بگی من مثلا گریه میکنم ولی عقلم درگیر نبوده، شما اون لحظه اون احساس رو داشتی، احساس جاییه که عقل داره به تو میگه احساسی تصمیم بگیر، تو میتونی عقلت رو به جایی که منطقی تصمیم بگیر جای احساسی. بذار با یه مثال دیگه بذار توضیح بدم. ببین شما یه خانواده هستی، تو یه خانواده به دنیا میای که تو بالا شهر همه یه امکانات فراهم، سیستم آموزشی خیلی عالی، تو کلاس آموزشی به صورت مدام هر روز هست، بعد میدید فوق برنامه های آموزشی داره مثل موسیقی، مثل نمیدونم نقاشی، مثل کلاس آموزشی هنر برات میذارن. چرا؟ چون میخوام مثلا هر چیزی رو یاد بگیری، یعنی روحیه لطیفت هم به قول خودت احساسات لطیفت هم جریه دار میکنن اون کلاس ها، که مثلا شما میخواد هنره رو پیش ببرید، حالا تمام امکانات برات فراهمه، خب قطعا شما یه فرد موفق تو جامعه خواهی بود. تا اینکه ببخشید من توهین نمیخوام بکنم، مثلا قصد طبقه بندی جامعه رو ندارم، چون اصلا وظیفه من نیست که طبقه بندی کنم، ولی اصلا چرا طبقه باید وجود داشته باشه؟ چرا همین سیستم آموزشی تو دولت ها نمیارن سیستم آموزشی طوری کنن تو کشورها که آقا شما توی مدرسه دولتی میری همون کلاس ها رو ببینی، همون کیفیت آموزش ببینی، همون کیفیت استاد و مربی ببینی، توی مثلا شما نگاه میکنی چقدر توی تمام کشورها وجود داره، تو مدارس دولتی معلم ها اعصابشون ضعیفتره، دانش آموزا رو تنبیه میکنن، ولی تو مدارس مثلا باز همون اصلا دولتی لول بالا، جالبه مدارس دولتی کشورها هم لول بندیه که بچه پول داره، بعد که حتی تو مدرسه دولتی میخواد درس بخونه یه معلمی اومده همیشه داره لبخند میزنه، اصلا شما علاقه من میشی به درس خوندن. خب این کاملا وصله به سیستم این داستان، همون دیگه این سیستم داره طبقه بندی میکنه. دقیقا همینه، دقیقا همینه. ببین شما نمیتونی از درخت سیب انتظار داشته باشی که بهتون هلو بده، دیگه منطقه، دیگه منطق میگه درخت سیب باید سیب بده. خب حالا یه نفر هست احساسی تصمیم میگیره میشینه دخیلم بهش میبنده میگه تو باید هلو بدی، بعد میگه من انقدر به درخته انرژی دادم تو هلو دار، خیلی چیزا هست که دستمون بسته است. دقیقا دستمون بسته است، ولی خب نمیتونیم زیاد بازش کنیم برات. بحث این هم نیست که مثلا چیز کنیم، ما دنبال این نیستیم که به کسی بر بخوره، متوجه؟ مثلا ما میاییم در مورد چیزی صحبت میکنیم یه قشی مثلا ناراحت بشن، دنبال این نیستیم که ما چه بدونم حاشیه‌ای درست کنیم، ما فقط دنبال اینیم که آقا مسیر خودمون رو داریم میریم و به کسی هم کاری نداریم، همه چیز سر جای خودش تعادلش رو داشته باشه. خیلی خوبه تعادل، خیلی آره با منطق رفتار کردن خیلی مهمه تا احساسی رفتار کردن. میگم متأسفانه نمیتونم همه چیزو باز کنم اینجا تو این برنامه، چون خیلی بهشون برمیخوره، ولی خب ببینید زمان جنگ سرد بین آمریکا و روسیه، حالا موقع روسیه که نبود شوروی، یه کشمکش‌های جنگی داشتن با هم دیگه، تو این کشمکش‌ها خب اینا تکنولوژی‌هاشون به رخ هم دیگه می‌شینن، آمریکایی‌ها میان کلی هزینه می‌کنن، کلی دانشمند میارن و کلی برنامه‌نویس به قول خودشون میارن، یه کلی سری آدما میان دور هم جمع میشن میگن آقا ما یه خودنویسی اختراع کردیم که توی خارج از جنگ میتونی رو کاغذ باش بنویسی، آره بدون اجازه برگردونی هم می‌نویسی، و اینو به روخ روسا کشیدن، گفتن شماها که هنوز مثلا تو تمدن خودتون با مداد دارید، روسا برگشتن گفتن که خب شما خیلی هزینه کردید، ما هنوز با مداد می‌نویسیم، مداد هم تو جعب مشکل برش پیشه، تمام سیستم رو ریخت به هم، یعنی اومدن گفتن ما میلیون‌ها هزینه کردیم خودنویسی داشت ساختیم که
مثلا تو جو صفر هم می‌نویسیم بدون اینکه ما هزینه نمی‌کنیم، با مداد هم می‌تونیم بنویسیم. ما خیلی وقت داریم با مداد می‌نویسیم. ببین آمریکایی احساسی رفته جلو، می‌خواسته ضربه بزنه، ولی جواب روسی کاملا منطقی بوده. خب تو به جای اینکه این همه هزینه کنی یه خورده فکر می‌کردی، می‌دیدی با مداد هم میشه نمیشه. سخت کار کردن مهم نیست، هوشمندانه کار کردن مهم. سخت کار کردنه. خب این یعنی درست، یعنی میتونم بهتون بگم درست استفاده کردن از منطق به جای استفاده کردن از منطق. بحث ما بس اینه. دقیقا. به جای اینکه بیای احساسی برخورد کنی که مثلا بخوای به رخ بکشی، تکنولوژی به رخ بکشی، بیای یهو بگی که با احساسی کردن مردم ماها خیلی راحت میتونم خیلی کارا رو انجام بدم، ما رو کنترل کنم. حالا یه نمونهش مثلا شما نیاز پیدا میکنی برید تو سیستم متریالیست خونه بخری. خب برای خونه خریدن میگم یه مدت وام میدی. شما میری وامو میگیری. خب شما باید وام تو پرداخت کنی دیگه. میری وامو حالا با سود و فلان و ضرر وامو پرداخت میکنی. برای کی داریم وام؟ برای خانواده. اصلا یه خونه ای میخری مثلا 200 متر، بعد چند نفر؟ 3 نفر. دقیقاً. و تو میگی حالا که دارم میخرم چرا بزرگتر نخرم؟ وارد متریالیسم رفتی، وارد متریالیسم شد. همیشه دوست داری بهتر داشته باشی، بزرگتر داشته باشی، بهتر داشته باشی. اینجاست که میگم مثل زنجیر همه چی به هم وصله. اینجاست که میگم اگه آموزش درست باشه به ما یاد بدن که چی کار باید کنیم، هوشمندانه تصمیم بگیریم، چه نیازی داره وارد متریالیسم بشیم، چه نیازی داره اصلا احساساتمون رو بیان درگیر کنیم تو اینجور داستان. خب پس ببین شما وقتی که عاشق میشی، وقتی که ناراحت میشی، همه اینا با عقله، با عقل داری این کار رو میکنی، یعنی ذهنت داره این کار رو انجام میده. بر اثر ترشح انواع اقسام و هورمون‌ها شما انواع اقسام حالت‌ها رو داری، خستگی رو داری، پریشونی رو داری، ناراحتی رو داری، عشق رو داری، خوشحالی رو داری، همه اینا هستش. پس ما نمیتونیم بگیم احساسات یه سیستم جداست تو سیستم بدن انسان، عقل سیستم جدای دیگه است. حالا برسیم به سوالی که اول برنامه من پرسیدم. خب شما با عقل تصمیم میگیری یا با احساسات؟ درستش اینو میگم با عقل تصمیم میگیری. بله با عقل تصمیم میگیری، ولی خب احساسات هم شما با عقل داری تصمیم میگیری که احساسی میشی. درنجی من همین صحبت رو کردم که بگم عقل ما، یعنی ذهن ما، اون چیزی که ما بهش میگیم عقل، همه اینا رو داره کنترل میکنه. خب پس کنترل احساسات آموزش میخواد که مهمترین بخشش همون سیستم آموزشی گفتم. پس یعنی میگی که احساسات هست، عشق هست، نفرت هست، این تویی که تصمیم میگیره کدوم استفاده کنیم. کجا استفاده کنیم؟ ببین یادت نره اگر بدی نباشه خوبی نیست، یا برعکس، یا اگر شما اشتباهی نکنی راه درست رو نمیتونی پیدا کنی. شما حتما اشتباه کنی که راه درستی تو بتونی پیدا کنی، یه بار خطا میکنی. پس سعی نکن بی نقص باشی، چون اصلا آدم بی نقص وجود نداره. فقط سعی کن بدونی که کجا و چجوری بتونی از احساساتت استفاده کنی و کجا و چجوری بتونی از عقل استفاده. از اشتباهاتمون درس بگیریم، مثل اون برنامه که گفتیم آدم ضعیف و آدم قوی. خیلی جالبه. اگه صحبتی مونده که بفرمایید. دیگه صحبت‌ها رو که اول برنامه راجع به پادکست کردیم و صحبت دیگه ای نیست و امیدوارم که منظور رو رسونده باشیم، مطلب ادا شده باشه. خیلی ممنونم از شما که وقت می‌ذارید. خواهش می‌کنم. ممنون از شما که زحمت می‌کشید و تو برنامه ما حضور دارید. امیدوارم که خوشتون اومده باشه این ویدیو. کانال ما رو اگه سابسکرایب نکردید همین الان ساب کنید. برای دوستاتون بفرستید این ویدیو رو، لایکتون نره، کامنت برامون بذارید، مراقبت کنید، فعلا. خدا. کات.